توی این ویدیو میخوام در مورد تکنیک ایمیج اوریجینگ توی عکاسی باهاتون صحبت کنم. سلام به همگی، امیدوارم که خیلی خوب باشین. بعضی وقتا شرایطی جوریه که ما توی اون محیطی که هستیم دستمون انقدر بسته است، مثلا توی اضلاع مثلث نوردهی خیلی نمیتونیم کاری بکنیم، یا مثلا انقدر مجبوریم به خاطر تاریک بودن محیط آیزو رو ببریم بالا، یا اینکه سرعت شاتر رو انقدر آهسته بکنیم که در هر صورت یا به خاطر آیزو یا به خاطر گرم شدن سنسور یا کلی دلیل دیگه ممکنه توی عکس ما نویز به وجود بیاد. برابر این شرایط جوری میشه که با یک دونه فریم عکس در هر صورت عکس ما پر از نویز میشه. حالا سوال اینه که ما چیکار میتونیم بکنیم؟ من میخوام به شما تکنیک ایمیج اوریجینگ رو معرفی بکنم. تکنیک ایمیج اوریجینگ چطوریه؟ نویز عکس ها جوریه که پترن و الگوش به صورت رندومه. مثلا من الان یک عکس میگیرم، ممکنه اینجا، اینجا، اینجا و اینجا تو مقیاس حالا خیلی زوم شده نویز داشته باشه. یک عکس دیگه میگیرم به جای اینجاها، ممکنه اینجا، اینجا، اینجا و اینجا نویز داشته باشه. عکس بعدی جاهای نویزش متفاوته، عکس بعدی متفاوت، عکس بعدی متفاوت. اگه ما بتونیم با روشی یه کاری بکنیم که تمام این عکس‌ها با هم دیگه ترکیب بشن، جاهایی که این عکس نویز داره خب عکس بعدی نویز نداره، اون عکس میتونه نویزهای این رو بپوشونه، این یکی عکس میتونه نویزهای اون رو بپوشونه، و هر چقدر که ما این عکس‌ها رو زیاد بکنیم اینها میتونن نویزهای همدیگه رو بپوشونن و در نهایت یک عکس خیلی شارپ و بدون نویز به ما تحویل بدن. ما توی عکاسی به این تکنیک میگیم ایمیج اوریجینگ. توی فتوشاپ روش خیلی ساده ای داره، یعنی حتی نیاز نیست که من براتون آموزشو بذارم، ولی چند روز دیگه این کارو میکنم. ولی اگه کارتون خیلی فوریه میتونید توی گوگل سرچ کنید ایمیج اوریجینگ تکنیک این فتوشاپ، براتون آموزشش رو میاره. امیدوارم که عکسای بدون نویز خیلی شارپی رو بگیرید. من محمد رضا صادقی هستم و اسم هنریم رضا صادقی.